باغ قصه ها. توی روستایی نزدیک یک کوه بلند، باغ باصفایی بود پر از گلهای قشنگ. یه باغبون مهربون داشت که هر روز به گلای باغ رسیدگی میکرد. توی این باغ یه گربه چوغ و توپلی هم زندگی میکرد که با همه گلها و پرنده ها دوست و رفیق بود. این قسمت پیشل تر و تمیز. تو یکی از روزهای گرم تابستونی پیشل از خواب بیدار شد. اومد جلوی آینه و یه نگاهی به سر و روی خودش انداخت و گفت اوه چقدر کثیف شدم، باید برم حموم. اما میدونیم بچه ها، پیشل اصلا حوصله آب و حموم نداشت. به خاطر همین شونه‌هاشو انداخت بالا و گفت ولش کن، فعلا حوصله‌شو ندارم، بهتره الان برم پیش دوستان ببینم چی کار میکنن، یه صبح بخیر بهشون بگم و یه حالی ازشون بپرسم. به هر حال من پیشل خانم، رئیس این باغم، بعد باغبون باشی و از این حرفا. بله بچه ها، پیشل با این حرفا راشو کشید و رفت. اون ور باغ گلا داشتن با هم حرف می زدن. گل آفتاب گردون گفت وای عجب بوی گندی میاد. گل بنفشه گفت آره اوه خیلی بوی بدی میاد. گل آفتاب گردون گفت فکر کنم باغبون باشی خیلی مگس رو دوست داره که تو باغ راش داده. بنفشه گفت آره فکر کنم. گل آفتاب گردون گفت آره واقعا خیلی از این مگس خوشش میاد که تو باغ راش میده، اینم میاد تو باغ یه بوی گندی را میندازه که بیا و ببین. گلای دیگه هم با تعجب داشتن به حرفای گل آفتاب گردون گوش می دادن که پیشل از راه رسید. اما بچه ها، تا پیشل از راه رسید گل صورتی گفت پیشل جا فکر کنم خیلی کثیف شدی، این بوی بد از تو میادا. پیشل یکم فکر کرد و گفت آره راست میگه، بهتره یه راهی پیدا کنم، چیکار کنم؟ آه فهمیدم، من یه عطر خیلی خوب دارم، اگه اونو بزنم دیگه بوی بد نمیدم. گلان با تعجب داشتن به پیشل نگاه میکردن. بله بچه ها، پیشل برگشت به لونه و یکم اینور و اونور رو نگاه کرد و عطر رو برداشت و دوتا پیس پیس کرد به خودش، به خیال این که این بوی بد میره و همیشه بوی خوب میده. بچه های عزیز، پیشل دوباره برگشت پیش دوستاش. دوستاش گفتن وای 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 این بو که بدتر شد. گل بنفشه گفت اوه اوه آره خیلی بدتر شد. پیشل تصمیم گرفت برگرده دوباره به خودش عطر بزنه. دوباره عطر رو برداشت پیس پیس کرد به خودش، به به عجب بویی. اما بچه ها، وقتی برگشت پیش دوستاش، دوستاش گفتن وای عجب بوی بدی، وای پیشل، پیشل از دست تو. گل لاله داد زد وای دارم خفه میشم، چه بوی بدی. پیشل که رفتار گلا رو دید سری برگشت رفت تو لونش. پیشل با خودش گفت عجب عطر بدی به من داده، هیچ تأثیری نداره، هر چقدر میزنم بدتر میشه. تو این فکرها بود که یهو مگس از راه میرسه. مگس از راه میرسه و میگه پیشل من یه فکری دارم، میدونی تو باید چی کار کنی؟ باید همه عطر رو سر خودت خالی کنی. پیشل گفت تو مطمئنی؟ من اگه بیشتر بزنم بو میره؟ مگس گفت آره بابا خیالت راحت، تو باید بیشتر عطر بزنی که کاملا بوی بد بره. بله بچه ها، پیشل هم به حرف مگس گوش کرد و عطر رو برداشت و هی پس 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 هی پس پس پس. پیشل گفت خوب شد؟ مگس گفت عالی شد. وای وای بچه ها، مگس هم که عاشق بوی بد بود شروع کرد به چرخیدن دور سر پیشل. انقدر چرخید و چرخید که پیشل حسابی ترسید و پا به فرار گذاشت. پیشل بود و مگس دنباله. مگس میگفت پیشل جان نترس،
من که کاری ندارم، من فقط میخوام بود کنم، چون من عاشق بوهای گندم. بله بچه، تیشن این بره باغ میدوید، مگس دنبالش میکرد. اون بره باغ میدوید، مگس دنبالش میکرد. یه بدو بدویی تو باغ بود که بیا و ببین. تا اینکه باغبون باشی، پیشل رو از دور میبینه که داره با مگس بدو بدو میکنه. پیشل سری خودش رو رسوند به باغبون باشی و گفت: باغبون باشی، تو رو خدا من از دست این مگس نجات بدین، چسبیده به من ولم نمیکنه. مگس هم تا دید اوضاع خرابه، سری روشو کچ کرد و رفت. باغبون باشی گفت: چی شده پیشل؟ چرا اینقدر کثیفی؟ پیشل گفت: باغبون باشی، نمیدونی چی شد؟ باغبون باشی گفت: پیشل جان، تو حسابی کثیف شدی، باید بری حمام. بهتره الان بریم برات آب گرم درست کنم، تو حمام کنی و تمیز شی، از شر مگس هم راحت شی. باغبون باشی برای پیشل یه آب گرمی درست کرد. پیشل هم رفت توش و شروع کرد به حمام کردن و شستن خودش. چه کف بازی راه انداختن. زنبورک هم این وسط اومده بود، داشت خودشو میشست. چه کار خوبی، آفرین. باغبون باشی وقتی حمام پیشل تموم شد، براش حوله آورد و گفت: پیشل جان، عافیت باشه، دیگه بس، حسابی تمیزه، تمیز شدی، الان دیگه با خیال راحت میتونی بری پیش دوستاتو باهاشون بازی کنی. با این حوله هم موهاتو خوش کن که سرما نخوری. بله بچه ها، زنبور و پیشل موهاشونو خوش کردن و حوله رو پیچیدن رو سرشون. باغبون باشی هم گفت: الان دیگه بوی کثیفی نمیدی و همش بوی خوب میدی، بابام جان خیالت راحت. پیشل که حسابی تمیز شده بود خیلی خوشحال بود. الان دیگه با اعتماد به نفس میتونست بره پیش دوستاش و باشون بازی کنه. گل آفتابگردون گفت: فکر کنم باغبون باشی مگس رو از باغ انداخته بیرون، چون دیگه از باغ بوی بد نمیاد. بنفشه گفت: آره آره، بوی خوبی میاد. پیشل که پیش دوستاش رسید، دوستاش شروع کردن به تشویق. به به، آفرین به پیشل.